بایدن با اظهارات تند علیه حامیان ترامپ باعث از دست دادن رای دهندگان خواهد شد. اخیراً جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در واکنشی جنجالی حامیان دونالد ترامپ را زباله خوانده است. این اظهار نظر بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و حتی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، نیز تلاش کرده تا اوضاع را آرام کند. هریس گفت که وی مخالف انتقاد از مردم بر اساس رأیشان است و تاکید کرد که او نماینده تمام آمریکایی‌ها از جمله کسانی که به او رأی ندادند خواهد بود. این اظهارات بایدن واکنش جمهوری خواهان را به همراه داشت. آنها این صحبت‌ها را با اظهارات هیلاری کلینتون در انتخابات 2016 مقایسه کردند، زمانی که کلینتون نیمی از حامیان ترامپ را افراد نفرت انگیز نامید، چیزی که برخی معتقدند به انتخاب نشدن او کمک کرد. ماجرا از آنجا آغاز که بایدن در تماسی تلفنی با یک گروه حمایت از حقوق اسپانیایی تباران به سخنان تند برخی طرفداران ترامپ واکنش نشان داد. او در این تماس گفت: تنها زباله‌ای که من می‌بینم حامیان ترامپ هستند. هیولاسازی از لاتین تباران غیر قابل قبول و غیر اخلاقی است. کاخ سفید نیز در توضیح این اظهارات تاکید کرد که منظور رئیس جمهور به سخن مطرح شده در تجمع طرفداران ترامپ بود و نه به رای دهندگان به او. در مقابل، جمهوری خواهان این صحبت ها را فرصتی برای فشار آوردن به دموکرات ها و تقویت پایگاه رای دهندگان خود می بینند. این در حالی است که ترامپ نیز در اظهارات خود بارها مخالفانش را با عبارات تند توصیف کرده و آمریکا را زباله‌دانی جهان خوانده است. نظر شخصی من این است که این اظهارات تند از هر دو طرف می تواند باعث دوری مردم از گفتگوهای سازنده و درک متقابل شود. سیاستمداران باید مسئولیت بیشتری در انتخاب کلمات خود داشته باشند، چرا که توهین و افترا تنها باعث تشدید اختلافات می شود. سوال برای شما: آیا فکر می کنید این نوع اظهار نظرها توسط رهبران سیاسی باید محدود شود؟ نظر خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.